اینکه بعد اعمالمون با ایمانمون آن چیزی که باور داریم با کارهایی که درش واکنش و انعکاس پیدا میکنه باستاب میکنه باورمون رو یکی باشه و همخونی داشته باشه. من فکر میکنم باید علاقمند و عاشق حقیقت هم باشه. حالا توی انگلیسی خیلی امروز واژه هم اشتباه میشه. خیلی قشنگ میگه they must keep hold of the deep truth of the faith. اون حقیقت ایمانی رو که بهش معترف هستن با امانت بهش وفادار باشن، متعهد باشن. و من فکر میکنم توی این قسمت اگر عنوان کسایی که به هر حال توی ساختار رهبری به یک نوعی دخالت دارن و توی بخش خدمتی کلیسا نقش اساسی و عمده‌ای دارن، باید فکر کنم خیلی مسئول‌تر خودشون رو احساس بکنن و متعهدتر باشن که اگر تعلیم اشتباهی از منبر و یا از هر جایی که به هر حال به یک معلم اون رو تعلیم میده میشنوم و مغایر میبینم با اصول اساسی کلام خداوند، خودشون مسئول ببینن که دنبال اون برن تا برای تو این قسمت یک بازبینی بشه از طرف رهبری کلیسا. بنابراین فکر میکنم حالا اگر شماس در بخش تعلیم به صورت مشخص دخالت نداره و تعلیم نمیده، ولی این به این معنا نیستش که خودشو کنار بکشه بگه اون یک دیپارتمنت و یک بخش یک خدمت جدایی هست و من هیچ مرتبط نیست، من به بخشای دیگه میپردازم، خدمات عملی و کاربردی رو انجام میدم، تعلیم رو کسای دیگه بهش بپردازن. اون هم به یک نوعی باید توی این قسمت مسئولیت رو بپذیره و مواظب باشه تا تعلیم اشتباه در کلیسا رایج نشه. بله، در واقع همطور که گفته شد تمام این نکاتی رو که اشکان خون و ادمین بهش اشاره کرد کلن در این میفته که یک شخص نیکنام باشه. چون درسته همه ایمانداران باید در تمام این چیزهایی که گفته شد امین باشن، ولی وقتی کسی انتخاب میشه، جدا میشه از بقیه و اسمی بهش داده میشه، مسئولیتی داده میشه، زیر ذره‌بین خیلی بیشتری قرار میگیره. و شماس نقش یک جور واسط انگار بین کشیش و اعضای کلیسا. خب مسلما یک شبان نمیتونه مسئولیت یا کنترل داشته باشه بر تمام اعضاش، شماسان در واقع کمک شبان هستن که بتونن این کار رو انجام بدن و چقدر باید امین باشن در این کارشون و نه فقط نسبت به مردم، نسبت به کشیش هم باید امین باشن. یعنی کارشون خیلی سخت میتونه باشه از هر دو طرف که اگر حتی ایرادی از شبان اون کلیسا میبینن و از طرف مردم پیام‌هایی دریافت میکنن، اینقدر باید امین باشن که اون رو از اون طرف هم منتقل بکنن و کمک بکنن شاید اون شبان رو برای اصلاح و همچنین برعکسش. و در کنار این چیزی که جالبه، خب این نامه به تیموتائوس نوشته شده و تیموتائوس در مقام کسی که اداره میکنه کلیسا رو ازش خواسته، پولس اینجور بیان میکنه، میگه اما نباید اول اما تو ده اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی‌عیب شدن کارش هم واسه بود. بعضی وقت تو کلیسای ایرانی ما میگیم خیلی دل خوبی داره این شخص، خیلی قشنگ دعا میکنه، اینو بیاره تو خدمت. بله. اصلا مسئله فقط شماسی هست، آیا این شخص در زندگیش بی‌عیب هست؟ حالا که به نظر من خیلی بیشتر کمک میکنه به ما که راحت‌تر تشخیص رو بدیم. اما خدمت شماسی فقط به دل نیست، گفتیم دل یکی از اونها هست، در نکته اول اون رو گفتیم، اما کنارش خیلی مسئله غیبت نکنه، شراب مست و شراب نباشه، پول پرست نباشه و چند تا آیه دیگه هم جلوتر نگاه خواهیم کرد. پس مسئله حالا اگه باید برگشت اشکان جان به قول معروف اون شخصیت اون شخص یا رفتار اون شخص در خانواده خودش. به نظر من کلیسا خودش مثل یک خانواده است که اون شماس درش آمده که میتونه این وظیفه رو انجام بده. آیا اون مسئولیتش در مقابل پس میتونه در کلیسا هم یک شماس خوبی باشه؟ تمام اینها به هم وابسته است، اینکه اون شخص در خانواده خودش مطروده، به قول معروف خودشون قبول ندارن این شخص، ولی ظاهر خیلی خوبی داره در کلیسا، خیلی به ظاهر دل میسوزونه برای افراد، پس بیایم انتخابش بکنیم. اگر خانوادهش راضی نیستن مطمئنا خانواده جاست که همین دو زبانه بودن هم شاید معنا پیدا میکنه. شما توی خانواده خودتون مدیر خوبی نیستید، توی خانه خودتون یه وضعیت هرج و مرج میکنن، هر طوری که توی یک خونه زندگی میکنی تو میتونی اون رو توی محل کار خودت، توی خدمت خودت هم باستابش رو ببینی. اگر شما مدیر خوبی توی خونه نیستی، اگر برای وسائل راحتی خانواده خودت فکر نمی کنی و خانواده خودت مثلا اگر غذا احتیاجه، یه سری میوه باید خریده بشه برای خانه،
احتیاجات و لوازم بعد ابتیا بشه و شما توجه نمیکنه. من امروز حال ندارم، من حال ندارم برم آب بخرم، میوه بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، و این مسئولیت ها رو از گردن خودت باز میکنی، چطور میتونی خانواده خدا رو که خانواده خیلی بزرگتر، مسئولیت خیلی سنگین تر به عهده تو بر دوش تو خواهد بود رو انجام بدی و به نیازهای دیگران انجام بدی و به نیازهای دیگران برسی؟ وقتی که نیاز خانواده خودت برات مهم نیست، چطور میتونی نیاز کسی که خانواده اولیه تو نیست به شکل بزرگتر معنا پیدا میکنه برات اهمیت داشته باشه و وقت خودت رو، زندگی خودت، انرژی خودت رو صرفش بکنی؟ چه بسا باعث تخریب بیشتر میشه، چون همونطور که گفتیم شماسان افرادی که اسم گذاشته میشه براشون در کلیسا مورد خیلی زیر ذره بین هستن و خیلی افراد به قول معروف انگار پس میزنن که اگر این شماسشه من اصلا نمیخوام باشم، من اصلا نمیخوام یک مسیحی باشم. اگر این به قول حالا درسته هیچ فرقی نمیکنه، اون شماس با یک شخص ایمانداری که شاید هیچ سمت کلیسایی نداره همون رفتار رو باید داشته باشه، ولی چقدر بیشتر اونی که یک سمتی در کلیسا داره. من وارد خونه یک شبان امریکایی شدم، حالا همیشه میگن شبان ایرانی، ولی وارد خونه یک شبان امریکایی شدم و ایشون بچه اولا که 7 تا بچه به سرپرستی قبول کردن و میرن به فقرا کمک میکنن و هر یک شنبه و خیلی از این مسائل. بعد خانومشون برگشتن بهشون گفتن که پسر تو الان از یه مسئله خیلی استرس‌زایی داره رد میشه و تمام بدنش از این استرس و فشار میلرزه و زیر فشار هست، میشه بری باش صحبت کنی با من پدرش؟ شو گفت نه من وقت ندارم، الان حوصله ندارم، میخوام برم برای سمینار مسیحی که بعد آماده شم کارم انجام بدم. اما میشه خودم فکر کردم واقعا این خدمت برای کیه؟ برای مردم دیگه. اگه برای خدا بود که خب اول خانواده خودت نزدیکتن، تو اینا رو نمیتونی محبت کنی، این چه جور خدمتیه؟ و واقعا دل آدم به درد میاد. البته باز میگم من تحسین میکنم شبانه رو که در کلام خدا به راستی میستن، خیلی هم زیاد هستن، ولی در کنارش آدم این چیزا رو که میبینه میگه واقعا تا این حد، یعنی تا این حد خدمت ما بی‌معنی و بی‌مفهوم شده که فقط برای مردم و سمینارها میخونیم و درس میدیم، زندگی شخصیمون در به داغونه. این کلام خدا میگه کسی که برای اهل خانه خودش تدبیر نمیکنه منکر ایمان و حتی پستر از بی‌ایمانه. کاملا. سوالم اینه که چرا این صلاحیت ها رو توی کتاب مقدس برای بخش رهبری، که حالا این بخش رهبری همون شیوخ و اسقفان هستن و هم توی بخش خدمت های دیگه که شماسان هستن قرار داده شده، به خاطر چی این صلاحیت ها قرار داده شده؟ من دو تا دلیل رو میخوام بهش اشاره بکنم. اول اینکه شما انتخاب میشید به عنوان یک فاکتور مثبت و تأثیر گذارنده بر کلیسا، یعنی تمام اینها بماند. ما اولین هدفمون جلال خداست، البته باید نمایندگان خوبی باشه، ولی چون وقتی میگیم خود خدمت میکنیم، خدا در واقع همکاران با خدا هستیم، برای این اگر با خدا همکار هستیم، خدا یک همکار نجیب میخواد، یه همکاری میخواد که صلاحیت های داشته باشه. بنابراین شما دارید به عنوان یک مهره بسیار مهم و تاثیرگذار و با نفوذ در کلیسا عمل میکنید و این تاثیرگذاری شما باید مثبت باشه. در واقع برای رشد کلیسا شما دارید اونجا وقت خودتون رو میگذارید. بنابراین باید صلاحیت داشته باشید که بتونید کلیسا رو باعث رشدش بشید، باعث شکوفاییش بشید، باعث بشید که از یک مرحله به یک مرحله دیگه، از ایمان به ایمان، از فیض به فیض رشد بکنید. بخش دیگه از دلیلی به نظرم دلیلی که این صلاحیت ها رو خداوند توی کتاب مقدس برای ما گذاشته که اگه کسی میخواد این خدمت ها رو به عهده بگیره باید اینها رو هم داشته باشه، این هستش که ما وارد خدمت به یک گروهی میشیم، وارد مسئولیت جانهایی رو میپذیریم که بهای گزافی براش پرداخت شده. مال من نیست که اگر بگم خب خراب شد خراب شد، مال خودمه، به هیچ کس هم جوابگو نیستم، دوست داشتم خراب بشه. مسئولیت جانهایی رو میپذیریم که مسیح جان خودش رو برای اون داده و داره خودش رو وقف کرده این کلیسا رو به شباهت خودش برگردونه. چطور میتونیم بگیم من میخوام با خدا همکار باشم، ناظر امین باشم، خدا رو خدمت بکنم، گله ای رو که همه دارن به من نگاه میکنن که از من پیروی بکنن، از من خط مشی میگیرن تا به این مقصودم که شبیه شدن به پسر خداست برسم، اینقدر بی توجه باشم و بگم که آقا من اینم که هستم، این من شبانم. بعضی آخه بعضی وقتا وقتی سمت شبانی و شماسی و اینها رو میگیریم، اینه پدرخوانده ها میشیم، فیلم پدرخوانده رو دیدی یا نه؟ آقا اینه که هست اینجا کلیسای من، حرف داری برو بیرون، مشکلی مشکل داری برو کلیسای دیگه، یعنی کلیسای همسایه.
من اینجا هستم تا پا بشورم، من اینجا هستم تا برادر و خواهرم که ضعیف احتیاج به کمک داره. بعضی هم اخلاق بری دارن، آره تو کلیسا آدمایی هستن که مقدار هممونیم هست، یعنی کلیسا به قول معروف دارالشفاست، اومدیم در حضور مسیح شفا پیدا کنیم. این شفا جسمانی نیست، فقط شفای روانی هست، عقده‌های شخصیتی هست، همه‌مون مشکل داریم. اتفاقا توی کلیسا همه مریضا و مشکل دارا و شخصیت‌های داغون اومدیم، نه خدا توی مشکلات ما رو دریافته، ولی آمدیم که دیگه اون افراد نباشیم، آمدیم که بهتر بشیم، آمدیم که به شبیه عیسی مسیح بشیم. و من وظیفه‌م توی این قسمت این هست که عنوان کاتالیزور عمل کنم، اومدم این وسط که کمک بکنم این پیشرفت سریع‌تر اتفاق بیفته، شباهت نزدیک‌تر باشه و بتونم کمک بکنم که از این حالا ما میگیم گله خدا، بعضی اشتباه برخورد نکنید و برداشت نکنید، توهین نیست، این واژه‌ای است که کتاب مقدس برای یک جماعتی استفاده میکنه که یک نفر داره اونها رو پیروی میکنه تا به یک مقصدی برسونه. خداوند رو نمادی هست که هدایت خداوند رو به عنوان شبان و ما رو که پیروی او هستیم رو به عنوان گله خداوند معرفی میکنه. واژه خیلی زیبایی است، میدونم حالا اگه کسی باش مشکل داره کلام خدا میگه من مشکل دارم. عرضم به خدمت چی میگفتم؟ به هر حال ما اومدیم تا این گله خداوند رو هدایت بکنم. من نمیتونم بگم که آقا جان مشکل شخصیتی خودم، مشکل خانواده مال خودمه، من اومدم کار من با خونم فرق میکنه. بعضی توی قسمت تجارت و دنیا اینطوری میگه هر مشکلی توی خونه داری توی خونه میگذاری، اومدی سر کار اینجا، یعنی یک کارمند درست عمل میکنی، تمام وظایفت انجام میدی. کتاب مقدس این خط قرمز، این تفکیک رو انجام نمیده، میگه هر جور که خونه هستی همونجور باید سر کار توی خدمتت باشی. این دوتا نمیتونی دو زبانه باشی، نمیتونی دوتا شخصیت دوتا رو داشته باشی. و این نگاه اولا این بعضی وقتا که ما وارد خدمت میشیم خط قرمزی میکشیم، میگه من در یک جایگاه بزرگی ایستادم، بلند ایستادم، حق نداری من سوال بکنم، این من هستم که سوال میکنم. تو باجویی هستش طرف میگه چرا منو میزنی، میگم نه من تو از تو سوال میکنم. گاهی اوقات این صحبت یه طرفه میشه، این خط قرمز باید برداشته بشه. مسئول پاسخگو بودن خادم به کلیسا و کلیسا رو در ارتباط زندگی گذاشتن باید خیلی مشخص باشه تا بتونم کلیسا رو کمک کنم. ما ببین حرکت کلیسا حرکت جمعیه، حرکت انفرادی نیست، داریم با هم دیگه کنار هم دیگه رشد میکنیم. خدا یک سری قابلیت ها رو به افرادی داده که اونها رو کمک بکنه که در کنار این گله قرار بگیره که حرکت موزون باشه، هماهنگی از دست نره، یک نواخی رو داشته باشیم. و اگر کسی هم توی این مسیر خسته خاطر میشه پاهاش رو قوت ببخشیم، او رو خدمت بکنیم که با ما حرکت بکنه. اگر بخوایم این دو زندگی دو زیستی رو داشته باشیم، توی خونه یه جور دیگه باشیم، توی کلیسا یک شخص دیگه باشیم، بجز از هم پاشاندن کلیسا، به هم ریختن احساب دیگران و کند کردن سیر رشد سیرت مسیح، چیز دیگه رو به کلیسا نمیدیم. اگر ما این رو فراموش نکنیم که هر آنچه میکنیم برای جلال نام خدا میکنیم، برای ما فرقی نخواهد کرد که من کجا هستم، اون کار رو به درستی انجام خواهد داد. اگر من مطمئن هستم که نمیام کلیسا به قول یه سری عقده هامو خالی کنم، مثل کردیت بگیرم از مردم، تشویق بشم، بزرگ بشم، اون چیزهای کمبود خودم رو پر بکنم و مطمئن باشم که فقط اومدم اینجا خداوند رو خدمت بکنم و چقدر مسئولیت بزرگی به من داده شده، هم تو که ادوین گفت این افراد به چه بهایی خریداری شدن که امروز اینجا هستن، مطمئنن کارم رو درست انجام میدم، نه فقط در خانوادم، نه فقط در کلیسا، در هر جایی که باشم درست خواهم. میتونم یه چیز دیگه بگم اینم توی حرفی داری؟ بعضیا از اون اول وقتی که برنامه پژواک شروع شد، دومین برنامه‌ای که ما داشتیم در مورد خدمت شبانی در کلیسا بود و از همون آغاز بعضی از دوستان عزیز اسم برنامه کشیش ستیز رو گذاشتن روی این برنامه و گفتن این برنامه اصلا درست شده تا شبانان رو بزن. خدا رو شکر برای خادمینی که در امانت و وفاداری و تعهد به حقیقت خدمت میکنن. بنده کوچیکشون هستن، شبانهای بسیار زیاد دوستان من هستن، باهاشون خدمت میکنم و دوستشون دارم. کار شبانی که از مقدس‌ترین خدمات و سخت‌ترین خدماتی است که خداوند فیض بده منو نخونه به این خدمت، چون بسیار سخت هست. عزیزانی که مشکل دارن با حقایقی که ما داریم از کلام خدا میگیم، آیاتی رو که داریم قرائت میکنیم و تفسیرهایی که نه من نه اشکو نه جنیفر از خودمون ساختیم، بلکه مردان خدایی که
ده تای ما رو توی جیبشون میذارن سالهاست. آنها هم شبان هستن و معلمین الهیت. داریم صحبت های این اشخاص رو انعکاس میدیم. اگر کسی مشکل شخصی داره، اگر کسی اگر دیدی بعضی وقتا توی موعظه یه نفر میاریم توی کلیسا، بعد از موعظه میاد یقه شبانه میگیره میگه تو از کجا میدونی مشکل شخصی من چیه، چرا اینا رو توی موعظه گفتی؟ گاهی اوقات همچین اتفاق میفته. بله حرفای رو میزنیم، خب بعضیا شخصی میگیرن به خاطر که مشکلات توی زندگی ها هست. حالا اینا رو گفتم به خاطر میگم این برنامه پژواک برنامه کشیش ستیز نیست. خدا رو شکر برای شبانان، خدا رو شکر برای شماسان، خدا رو شکر برای هر کسی که با امانت داره خدا رو خدمت میکنه. ما توی این برنامه شبانان بسیار زیادی رو داشتیم، آمدن خدمت کردن ما رو، ما هم خدمتشون خواهیم که باز هم خواهیم داشت، یاد میگیریم از همه از همدیگه. ولی هدف اینه که حقیقت رو بیان بکنیم. حقیقت تلخه. اون حقیقتی هم که بیان میکنیم اگر مشکلی هست و اگر به صورت اتفاقی با شبانی به قول من رو برخورد میکنه، این نیست که ما اون شبان رو شناختیم، شناسایی کردیم، به ما اطلاع داده شده و بر اساس اون داریم این برنامه رو بیان میکنیم، بلکه خدا رو شکر خدا این فرصت رو داده که یه سری واقعیات بیان بشه. اگر این واقعیت با زندگی شخص شما مطابقت نمیکنه، پس این فرصت یعنی به شما هم داده شده که بر اساس واقعیت بیان شده اصلاح بکنیم. ما هدفمون بلند کردن همدیگه است و نکوبیدن همدیگه. نه فقط ادمین من و اشکان هم کوچیک شما هستیم. آخه تو فرهنگ ما چت قبلا هم گفتیم یه بحث فرهنگی هم هست که همیشه به بزرگتر یا به کسی که توی مقامی هست باید احترام گذاشته بشه، باید اطاعت مطلق وجود داشته باشه. تو حق نداری رو حرف پدرت حرف بزنی، حتی اگه اشتباه کرده حق نداری اون رو به سوال بکشی. و ما تو پژواک داریم کاری رو میکنیم که شاید با فرهنگ کلیسای ایران زیاد سازگار نیست و اون واقعا صحبت کردن در خصوص این که آیا یه خادمی داره در مسیر خدا حرکت میکنه یا نه. اعضای کلیسا، اعضای بدن مسیح وظیفه دارن این کارو بکنن. ما توی برنامه 9 نشانه کلیسای سالمی که از نشانه‌هایی که صحبت کردیم این هست که اعضا باید از رهبران و کشیشان بخوان که صحبت‌هایی رو که کردن و کارهایی رو که کردن آیا واقعا مطابق کلام خدا هست یا نه. چون کشیش هم آدمه، کشیش که خدا نیست که ما انتظارش باشیم کامل باشه، ولی باید این تفسیرها بشه تا و این نقدها بشه تا کشیش‌ها هم بتونن رشد بکنن. فقط ما نیستیم که بعد رشد بکنیم، همه رشد میکنیم در این خدمت. و با مقام مسئولیت میاد، همیشه هر کسی سمت میگیره مسئولیت زیرش میاد. من که امروز اینجا جای تلویزیون نشستم هر حرفی بزنم هزار نفر ممکنه بشنوم، باید بدونم برم چهار تا چیز بخونم، یاد بگیرم، دعا کنم که حرفم علکی نباشه. اون مسئولیت منه. اگه یکی که فرقو برای اشکان شما هر تو هر برنامه 10 تا ایراد داشتی، من میگم شاید واقعا من باید برم یه دوره مطالعه کنم، یه دوره دعا کنم، جای من نیست اینجا. ما بعد بریم و خودمون رو آماده کنیم. میدونم صحبت ها خیلی پرد شده است. میخواید یه صحبت دیگه بکنیم؟ من خواهیم یه صحبت در خصوص این متن بکنم.